سرخط خبرها پوتین به سیم آخر زد تا پایان سال اولین نبر موشک هستهی برای شلیک آماده است. گوگل در آستانه دریافت دومین جریمه از روسیه. روایت والستیر جورنال از زیرساخت پیشرفته ایران برای دور زدن تحریم ها. بیانیه مشترک ترکیه و عربستان آغاز مرحله جدید همکاری سالم و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید پوتین به سیم آخر زد تا پایان سال اولین ابر موشک هسته‌ای برای شلیک آماده است پوتین رئیس جمهور روسیه بیان داشت که در پایان سال جاری اولین سرمد در خدمت نبرد خواهد بود. به گزارش اسپوتنیک، پوتین در نشستی با فارغ و تحصیلان مؤسسات آموزشی عالی نظامی در کرملین در این خصوص اطلاع داد. رئیس جمهور روسیه گفت: آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک قاره سنگین سرمد انجام شد. برنامه ریزی شده است که در پایان سال اولین مجموعه آن در خدمت وظیفه رزمی آماده باشد. روایت وال استریت از زیرساخت پیشرفته ایران برای دور زدن تحریم ها مسئول حقوقی که از بانک های بزرگ بین المللی گفته ایرانی ها دارای زیرساخت های پیشرفته ای برای دور زدن تحریم های بانکی است به گزارش فارس روزنامه وال استریت جورنال در گزارش امروز چهارشنبه به نقل از یک مسئول ارشد حقوقی در یکی از بانک های بزرگ بین المللی گفت ایران در زیرساختهای های دور زدن تحریم ها بسیار پیشرفته است آنها از فناوری مهارت ها افراد و حمایت دولتی پشتیبان آن برخوردار هستند طبق توضیح والستیر جورنال عنصر کلیدی در اقتصاد مقاومتی پایریزی ریزی یک نظام مالی بود که براساس آن ایران بتواند به تجارت خارجی و مبادلات مالی خود حتی در صورت تحریم آن ها ادامه دهد روزنامه والستیر جورنال در بخش دیگری از گزارش تحقیقی مفصل امروز خود با استناد به برخی اسناد خبر داده های مستقر در چین خواب برمیانه و کشورهای غربی به شرکت‌های ایران در بخش‌های انرژی و صنعت خدمات بانکی ارائه دادند. دیپلمات‌های غربی مقام‌های اطلاعاتی اسناد شرکت‌ها و اظهارنامه‌های بانکی که وال استریت آنها را بررسی کرده نشان می‌دهند ایران با کمک گرفتن از شبکه متشکل از شرکت‌های سوری، صرافی‌های خارجی و واسطه‌ها حساب‌های بانکی با مبادلات ده‌ها میلیارد دلار در سال ایجاد کرده است. انجام این مبادل... مبادلات طبق قوانین تحریم های آمریکا ممنوع است روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلماتها ها و مقام های غربی و همچنین مقام های ایران مدعی شده این شبکه توسط رهبران سیاسی ایران طراحی شده است اظهارنامه های بانکی و اسناد شرکتی که توسط وال استریت جورنال بررسی شدن نشان میدهند هلدینگ اچ و بانک استاندارد چارتس به عنوان دو مورد از بزرگترین بانک های دنیا در زمره مجموعه از های مالی قرار دارد که اقدام به ارائه خدمات ممنوعه به شرکت هایی کردن که در حال تجارت به نیابت از صادرکنندگان ایرانی می کنن. والستریت جورنال نوشته ایران از طریق این شرکت ها و حساب های بانکی آنها توانست نفت و سایر محصولات خودش را به خریداران خارجی فروخته و در ازای آن دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی دریافت کنند. وارد کنندگان ایرانی از این پولها برای پرداخت بهای کالاهایی که ایران برای سرپا نگه داشتن اقتصادش با نیاز دارد استفاده می کنند. یک شرکت وابسته به بانک مرکزی ایران این مبادلات ارزی میان وارد کنندگان و صادر کنندگان ایرانی را تسهیل می کند. گوگل در آستانه دریافت دومین جریمه از روسیه به نقل از رویترز گوگل ممکن است با جریمه 5 تا 10 درصدی از گردش مالی خود در روسیه مواجه شود علت این جریمه عدم حذف محتوای ممنوعه از جمله اطلاعات گمراه کننده در یوتیوب در مورد جنگ اوکراین است این دومین جریمه بر اساس درصدی از گردش مالی است که گوگل با آن روبرو می شود. در ماه می نیز ماموران قضایی روسیه بیش از 7.7 میلیارد روبل 143 میلیون دلار از درآمد گوگل را ضبط کردند. گوگل که شعبه رو روسیه آن هفته گذشته و شکستگی خود را اعلام کرد، هنوز هیچ نظری در این باره نداده است. رگولاتور روسی گفت یوتیوب عمدن انتشار اطلاعات گمراه کننده درباره جنگ روسیه و اوکراین را منتشر و این کشور را بدنام می کند. در این بیانیه آمده که تکرار تخلف می تواند منجر به جریمه 5 تا 10 درصدی گردش مالی سالانه گوگل در روسیه شود. رویترز محاسبه کرد که جریمه قبلی معادل کمی بیش از 8 درصد از گردش مالی این شرکت بود است. همچنین این رگولاتور گفت که یوتیوب به محتوایی که دیدگاه های افراتی و فراخان کودکان برای شرکت در اعتراضات غیرمجاز تبلیغ می کند اجازه انتشار داده است. گوگل اکنون در مجموع 68 میلیون روبل بدون احتساب جریمه های گردش مالی جریمه شده و بیش از 7000 مورد ممنوعه هنوز در یوتیوب باقی مانده است. بیانیه مشترک ترکیه و عربستان آغاز مرحله جدید همکاری عربستان و ترکیه چهارشنبه شب در بیانیه مشترک از تصمیم خود برای آغاز مرحله جدید همکاری خبر دادند به گزارش نه از آناتولی ترکیه این همکاری ها شامل همکاری سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی می شود در این بیانیه مشترک همچنین دو کشور راه های تسهیل تجارت فیما بین را بررسی کردند از دیگر مفاد این بیانیه مشترک میتوان به دعوت ترکیه از صندوق های سرمایه گذاری عربستانی برای سرمایه گذاری در شرکت های جدید ترکیه ای اشاره کرد. محمد بن سلمان اصر چهارشنبه در سومین ایستگاه سفر منطقه خود پس از مصر و اردن وارد آنکارا شد و در فرودگاه بوگا مورد استقبال فوا دوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. ولی در عربستان ساعتی پیش در نخستین سفر خود به ترکیه پس از دیدار با مقامات بلندپایه ترکیه از جمله رجب تای بردوغان رئیس جمهوری این کشور راهی ریاض شد روابط عربستان و ترکیه در پی قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه تیره شد و عربستان به دنبال آن سطح روابط سیاسی و اقتصادی با ترکیه را به شدت پایین آورد اردوغان که ماهای اخیر با بحران شدید اقتصادی در کشورش و کاهش شدید ارزش لیر مواجه است برای برون رفت از این وضعیت تلاش کرده تا رابطه خود با سعودی ها را بهبود بخشد و در این راه پرونده قصد خاشخچی را وچه مساله قرار دهد رئیس جمهوری ترکیه در همین راستا اخیرا سفری به جده داشت و با بن سلمان دیدار کرده بود در بیانیه مشترک سعودی و ترکیه همچنین بر تقویت روابط دو جانبه در زمینه های مختلف و تبادل دیدگاه ها درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و بررسی راهکارهای تنوع بخشی و توسعه تجارت فیما بین دو کشور تاکید شد در این همچنین آمده است که توافق های همکاری دفاعی در خدمت به منافع دو کشور فعال شود دو کشور همچنین درباره گسترش همکاری ها در زمینه های بهداشت آموزش و گردشگری توافق کردند عربستان همچنین از حمایت ترکیه از نامزدی ریاض برای میزبانی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2030 استقبال کرد. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید خدا نگهدار